سلام، امروز میخوام براتون باقلوا درست کنم. با من همراه باشید. خب ابتدا برای درست کردن مواد میانی باقلوا احتیاج به 1/2 پیمان پودر پسته دارین، 1/2 پیمان پودر بادوم و 1 قاشق چایخوری پودر هل. مواد رو با هم خوب مخلوط میکنیم و میذاریمش کنار. حالا خمیر فیلویی که برای باقلوا آماده کردیم و به این صورت برش میزنیم. بهتره که به شکل مستطیل درش بیارین. حالا کره آب شده رو با استفاده از یه براش روی سطح خمیرمون میزنیم. و از مواد میانی به این صورت روی سطح خمیر میریزیم. دقت کنید که قسمت انتهاییشو بیشتر بریزیم. حالا با یه سیخ چوبی به این روش شروع میکنیم به رول کردن خمیر و به سمت جلو میاییم. در انتهای کارم از دو طرف خمیر به سمت داخل فشرلش میکنیم، سیخو در میاریم و خمیر رو به این صورت جمعش میکنیم و با استفاده از یه چاقو قسمت اضافه خمیر رو ازش جدا میکنیم و برش میزنیم. من یه بار دیگه این کار رو براتون تکرار میکنم. با دقت نگاه کنید، خیلی کار سختی نیستش. فقط نکتش اینه که باید تمام قسمت های خمیرتون رو کره بزنید تا نرم بشه خمیرتون و بعد مواد میانیتون رو روش بریزین به صورت یک نواخت. قسمت انتهاییش رو یه مقدار بیشتر و خیلی راحت با یه سیخ چوبی هم شروع به رول کردن خمیرتون بکنید و در نهایت هم از دو طرف خمیر به سمت داخل فشار بدین خمیر رو تا جمع بشه و فشرده بشه و بعد جمعش بکنید. قسمت اضافش هم با چاقو برش بزنید و بذارین داخل سینی مورد نظرتون. حالا برای درست کردن باقلوای شکلاتی من از 2 قاشق چایخوری پودر پسته، 1/2 پیمان پودر بادوم و 2 قاشق غذاخوری هم پودر کاکائو استفاده کردم. به این صورت دوباره مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. روی سطح خمیرم رو دوباره کره میزنم و بعد مواد میانی رو روش میریزم و به اون صورت قبل دوباره رولش میکنم. دقیقا باقلوا زمانی که شما نگاه میکنید میبینید که قسمت رویش خیلی یا سبز یا خیلی شکلاتیه، به خاطر اینکه قسمت انتهاییشو مواد بیشتر میریزیم، چون شیشه ای هستش. موقعی که پخته میشه رنگ اون قسمت خیلی بیشتر خودشو نشون میده. حالا کره ای که باقی مونده رو روی تمام قسمت های خمیرمون میریزیم، آمادش میکنیم برای اینکه بره داخل فر در دمای 160 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه. بستگی به فرتون داره، احتمال داره تا 1 ساعت هم این زمان ادامه پیدا بکنه. برای درست کردن شربت بار ما احتیاج به 1 پیمان آب و 1.5 پیمان شکر داریم. زیرش رو روشن میکنیم، کمی هم میزنیم. زمانی که آب جوش اومد و شکر حل شد، آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم، زعفران رو دم کرده، هل و دارچین و گلاب. کمی همشون میزنیم. بعد بهش 1 قاشق غذاخوری گلوکوز رو اضافه میکنیم. گلوکوز باعث میشه کیفیت شربت بارمون بالاتر بره و شربت قوام بهتری داشته باشه. کمی همش میزنیم. 2 پوست لیمو که عطر بهتری به شربتمون بده. 5 دقیقه روی حرارت میمونه. کمی همش میزنیم. به این غلظت که رسید شربت بار ما آماده است. حالا باقلوای ما آماده شده و وقتشه که شربت بار رو روش بریزیم. برای اینکه نتیجه کار بهتری داشته باشین، بهتره که شربتمون هم گرم باشه. روی تمام سطح باقلوا میریزیم، به مدت 20 دقیقه این شربت میمونه و بعد اضافهش ازش جدا میکنید. خنک که شدم آماده است برای سرو کردن و همراه با یه چای داغ نوش جان کنید. اینم از باقلوای پسته و شکلاتی مستر فود. بله.